اولین فیلم و تصاویر حمله هوایی و پهپادی ارتش اسرائیل به روی آسمان ایران در شهرهای تهران و اصفهان و همینطور انفجار یک مرکز تسلیحاتی در شهر اصفهان. با ما همراه باشید، فیلمش رو میبینیم، راجبش صحبت میکنیم، همینطور بیانیه وزارت دفاع ایران و ارتش اسرائیل رو هم براتون میخونم. تا پایان با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. ساعتی قبل در بامداد روز یکشنبه جسم نورانی در چندین شهر ایران از جمله تهران و اصفهان توسط مردم دیده شد که اجسامی شبیه به پهپاد نظامی بودند که درست در همین زمان تصاویری مربوط به انفجار و برخورد جسمی با یه مرکز تسلیحاتی در شهر اصفهان این خبر رو تکمیل کردش. بعد از این انفجار در کارخانه تسلیحاتی شهر اصفهان، مقامات نظامی ایران تأیید کردند که این کارخانه هدف حمله پهپادی قرار گرفته. با این حال این مقامات خسارت وارد شده رو ناچیز دونستن و گفتن که فقط ریزپردازنده ها از بین رفتن. اما درست چند ساعت بعد محمد رضا جان نساری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، با تاکید بر اینکه این انفجار خسارت جانی نداشته، به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت که یک انفجار در یکی از مراکز نظامی وابسته به وزارت دفاع رخ داده که علل و عوامل اون در دست بررسی هستش. بعد از این وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که در پی حمله ناموفق به یکی از مراکز این وزارتخونه در شهر اصفهان خطر رفع شده و فقط ریزپردازنده ها در تله های پدافندی افتادند. در این بیانیه که روابط عمومی وزارت دفاع اون رو منتشر کرده، حمله ناموفق با استفاده از ریزپردازنده ها به یکی از مراکز کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفته و خوشبختانه با پیشبینی و تمهیدات پدافندی صورت گرفته، یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگه در تله پدافندی گرفتار شدن و منفجر شدن. خوشبختانه این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشت و آسیبی جزئی به سقف کارگاه فقط وارد کرد که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت‌های مجموعه ایجاد نکرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان میده که اقدام برای تولید قدرت اقتدار و امنیت رو با شتاب و جدیت ادامه خواهد داد و این اقدامات کورکورانه تأثیر در تداوم مسیر پیشرفت کشور نخواهد داشت. همزمان با انفجار که در شهر اصفهان اتفاق افتاد، ویدیوهایی هم از تهران در فضای مجازی منتشر شد که یک شیء نورانی در آسمان به چشم می‌خورد. برخی کاربران نیز در فضای مجازی عکس‌ها و فیلم‌هایی از پرواز جنگنده‌های جنگی در تهران و آماده باش پادگان نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو منتشر کردن که حالا مشخص نیست این ویدیوها دقیقاً بامداد امروز هستش یا برای تایم دیگه ایه. اما تو این یه پد آفندم فواه چهرم نمیدونم چی این یا یه پهباد بود، درسته؟ یه پهباده. اما جدا از این بیانیه‌ای که وزارت دفاع ایران منتشر کرد، ارتش اسرائیل هم بیانیه‌ای منتشر کرد و این حمله هوایی رو به آسمان ایران تایید کرد و گفتش که حمله پهپادی بامداد امروز رو مسئولیتش رو بر عهده میگیره. هنوز جزئیات بیشتری از این حمله هوایی منتشر نشده، ولی چیزی که مشخصه این حمله نظامی کار اسرائیل بوده و این اتفاق درست زمانی افتاد که چند وقت قبل بودش که یکی از مقامات ارشد نظامی ایران آمریکا و اسرائیل رو تهدید به حمله پهپادی کرده بود. حالا فارغ از این که این حمله موفق بوده یا ناموفق،
این که چطور تونسته به شهرهای مرکزی ایران این پهپاد نفوذ بکنه و مرز ایران رو رد بکنه خودش جای سوال داره. اخبار تکمیلی این موضوع رو براتون توی ویدیوهای بعدی قرار میدم. حتما همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید و اولین نفر از انتشار اونها مطلع بشید. ممنون که این ویدیو رو تا پایان همراه ما بودید. همیشه شاد و سلامت و پیروز و موفق باشید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه میبینید رو تماشا بکنید.